إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوار هستم که همه برادران و خواهران گرامی و کسانی که ما را به شکل زنده و لایف میبینند دارای ساعت کامل باشند و انشاءالله که جمعه خوشی را آغاز کرده باشیم. نعمت های الله سبحانه و تعالی بسیار زیاد است بر هر مسلمان عاقل و هوشیار که تفکر کنه در آیات قرآن و در خلقت کائنات. الله سبحانه و تعالی هر وقت اراده کنه که بنده اش را بنوازه، شناخت خود برش آسان می سازه. قسمی که ذات پروردگار عالمین جل عظمتو خالق و مالک ماست، شناخت پروردگار بر هر مسلمان واجب است. او شناختی که خود الله سبحانه و تعالی در قرآن خود معرفی کرده. الله سبحانه و تعالی در صدد داخل کردن بندگانش در جنت است و شیطان در مقابل رحمت پروردگار در صدد خارج کردن انسان از جنت و منحرف ساختن انسان مسلمان است. رحمت پروردگار وسیع است. آیات متعدد در قرآن عظیم الشان درباره رحمت پروردگار عالمیان جل عظمتو است. و ربک الغفور ذو الرحمه، پروردگار شما بخشاینده و دارای رحمت بسیار زیاد است. و ان ربنا لغفور شکور، امانا بدون شک پروردگار بسیار آمرزنده و دارای رحمت و شکرگزار است. پروردگار عالمیان جل عظمتو در مقابل اعمال بسیار ناچیز بنده های شکرگزار است. آیا بنده ها هم در مقابل تمام نعمت های الله سبحانه و تعالی شکرگزار است یا نه؟ یک سوال بسیار مهم در زندگی هر مسلمان. کدام نعمت ها؟ نعمت های که از کائنات شروع شده، از کهکشان ها که بزرگترین مخلوقات الله سبحانه و تعالی در این کائنات است، تا منظومه شمسی، تا زمین، تا آسمان، تا خلقت خود انسان و تا تمام کائنات و تمام اجناس و چیزهایی را که به خاطر آرامش انسان الله خلق کرده. خلقت خود انسان، بعد از خلقت انسان عقل و شعوری که واقعا انسان باید تفکر و تدبر بکنه. چیز ما را متمایز می سازه از یک حیوانی که عقل نداره؟ او عبادت پروردگار است و شناخت الله سبحانه و تعالی است. در غیر از او حیوان را می نوشه، می خوره و تولید خانواده می کنه و انسان هم این عمل انجام می ده. اما انسان صاحب تفکر و تدبر در آیات الله سبحانه و تعالی و در کائنات است. حیوان به این شکل نیست. الله سبحانه و تعالی می فرماید كتب ربكم على نفسه الرحمه، پروردگارت بر خیش واجب فرموده است رحمت را، رحمت خیش را بالای تمام بنده هایش. این واجب است بر الله سبحانه و تعالی. و رحمتی وسعت كل شيء، و تمام کائنات و تمام حالات ما را و تمام زندگی ما را رحمت الله سبحانه و تعالی احاطه کرده. و می خاطر است که الله سبحانه و تعالی به خاطر انجام دادن اعمال بسیار کم اجر بسیار بزرگ می ده. که ما چند نمونیش هم میگیم و حاصل هدف ما انشاءالله سرش پسانتر خواهد آمده. کمترین میزانی که چند برابر میشه نیکی ها 10 است. در مقابل هر عمل صالحی که کمترین اجر یک مسلمان میگیره 10 برابر است.
و ای وابسته به نیت هر مسلمان است که به اساس کدام نیت عمل انجام میده. باید فراموش نکنیم عملی در پیشگاه الله سبحانه و تعالی قابل قبول است که مطابق روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد و نیت ما رضایت رب العالمین باشد. این عملی است که از ده کمترین شروع تا 70 و 700 لایتنایی در پیشگاه الله سبحانه و تعالی اجر میگیرد. و پیامبر گرامی علیه الصلاه و السلام در حدیثی که امام مسلم آورده میشماره که هیچ کار خیر را مؤمن باید حقیر بشمارد، هیچ عمل خیر ولو که بسیار کم باشد. ما چی میفهمیم که کدام عمل انسان در بهشت داخل میسازد و کدام گناه انسان را العیاذ بالله واجب جهنم میسازد؟ پس هر کار خیر باید ما بزرگ بشماریم. حافظ ابن حجر از قلانی رحمت الله تعالی علیه می فرماید که برای انسان مسلمان شایسته است که در انجام هر خیر تنبلی و سستی ننماید و برای دوری از هر گناه کوچک کوتاهی نکند. الله سبحانه و تعالی برای انجام برخی از اعمال آسان پاداش‌های چند برابر می‌دهد. توحید یعنی یگانه پرستی الله سبحانه و تعالی دین اهل فطرت است. در فطرت انسان الله شناسی نهفته است. هر شخصی که به دنیا می‌آید وقتی که بزرگ می‌شه در مقابل سوالای قرار می‌گیرد، در مقابل سوالایی که نفس انسان اونمو فطرته که الله سبحانه و تعالی بر انسان نصیب کرده قرار میگیره که انسان از کجا پیدا شده، به خاطر چی پیدا شده و کجا خواهد رفت، چرا انسان به دنیا آمده و باید چی عمل انجام بده و بعد از این زندگی کوتاه مدت دوباره کجا خواهد رفت، چی آلات و احوال منتظر انسان است گذشته از دین و طرز تفکر انسان که آیا مسلمان است یا کافر، در واقعیت امر چی اعمال و چی آلات منتظر هر انسان است بعد از مرگ و به خاطر بدست یافتن او هدف بلند کدام اعمال باید انسان انجام بده. پیامبر گرامی علیه السلام می فرماید که هر کسی در حال به دیدار الله سبحانه و تعالی قرار بگیره که در زندگیش هیچ وقت شرک انجام نداده، یعنی که با الله سبحانه و تعالی دیگه کسی شریک نساخته، چی در صفات الله سبحانه و تعالی و چی در توحید الوهیت و یا توحید ربوبیت، الله سبحانه و تعالی میگه که بهشت بالای از این شخص واجب است. و در حدیث دیگه که یه حدیث مسلم امام مسلم آورده و در حدیث دیگه می فرماید که هر کسی که آخرش من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، هر کس که کلام آخرش کلمه لا اله الا الله باشه داخل جنت میشه. مگم سوالی جز که هر کس میتونه که در آخر عمرش لا اله الا الله را بخونه؟ چی کسایی میتونن که آخرین کلمهشان در وقتی که روح به گلونگا میرسه کلمه لا اله الا الله باشه؟ آیا زبان قدرت و توانایی از این داره که این کلماتی که بسیار در زبان ما فعلا سبک است در وقت مرگ این تکرار بکنه؟ بله، کسانی میتونن که پابند دین الله سبحانه و تعالی باشن و با کلمه لا اله الا الله با مقتضیاتش عمل کرده باشند. در کلمه لا در زبان عربی کلمه نفی است، یعنی نفی و لا گفتن نه بر تمام معبودان ساختگی، بر تمام تواغیت، از شرک خودم برا ساختن و بعد از او الا الله که از اثبات است، یعنی که ما هیچ کاری را نمیکنیم که الله سبحانه و تعالی امر کرده باشد
و شرک نمی ورزیم و به تمام اوامر الله سبحانه و تعالی پایبند هستیم. همین شخصی که در زندگیش این اعمال انجام داده باشد و به این اوامر الله سبحانه و تعالی و نواهیش عمل کرده باشد، گفتن کلمه لا اله الا الله به زبانش آسان خواهد شد. علما می نویسند میگه ما زندگی اشخاص مختلف دیدیم که در وقت حالت جان کندن بود و بعضی مردم ما را صدا زد و دوان دوان ما را به طرف از او کشانید و دیدیم که بعضی ها اهل شراب بودن و در آخرین کلمه‌شان می گفتن که خمر خمر شراب. بعضی ها اهل موسیقی بودن، آخرین کلماتشان شما این را ویدوهایشان را دیدین، اونموس خواندن ها و آهنگایی است که در طول عمرشان زمزمه می کردن و می خواندن. و بعضی ها هم اهل توحید و نماز و طاعت و عبادت و ذکر الله سبحانه و تعالی بودن و آخرین کلماتشان با خواندن قرآن عظیم شان و کلمه طیبه لا اله الا الله به اتمام می رسن. این ارتباط مستقیم بر زندگی هر مسلمان در وقت زندگیش می گردن، نه در آخر عمر. الله سبحانه و تعالی در مقابل اعمال بسیار ناچیز بازم ثواب بسیار زیاد می دهد. مثلا میگه که پاکی نصف ایمان است، مسواک زدن باعث رضایت الله سبحانه و تعالی است. خودت پاک میکنی خوش میشی، نصف ایمانت مکمل میشه. مسواک میزنی تا دندان های انسان از میکروب ها پاک شود و دهن بد بوی انسان برطرف شود، رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست میاری. وضو میگیری به طریقی که پیامبر گرامی علیه الصلاه و السلام گفته. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید تمام گناهات با قطرات وضویی که از دست میچه که خارج میشه، حتی تا اندازه‌ای که از ناخن‌های انسان گناهای انسان خارج میشه. و حدیث امام مسلم آورده وضو را شروع میکنی با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم که سنت و مستحب است و آخرش میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. پیامبر گرامی علیه السلام با امی کلمات بسیار کوچک اینال اجر بزرگ و پاداشتش شما خودتان دهش فکر بکنید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که هر کس وضو را با بسم الله شروع بکند و با آخرین کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله باشد، از 8 دروازه بهشت برش باز میشه، از هر کدامش که میخواهد داخل بهشت بره. الله اکبر. با امی اعمال ساده و امچو اجر بزرگ. در حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر روایت نسائی می فرماید حدیث صحیح که هر کس به صورت درست وضو بگیره و بعد از او با حضور قلب نماز بخونه، جنت بالایش واجب میشه. 2 رکعت نماز بخونه. چقدر اعمال ساده. چرا در جامعه اسلامی همچو اعمالی که ما در آیات و استدلال و قرآن و سنت میکنیم در معاشرت اسلامی کم رنگ است؟ دلیلش چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دیگه می فرماید هر وقتی که 2 مسلمان با هم روبرو میشه و مصافحه میکنه و میگه که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گناهانشان بخشیده میشه. امی کلتور و فرهنگ اسلامی در جامعه ما و در خانواده ما و در بین فامیلای ما آیا رواج داره و یا بیخی کمرنگ است و یا بیخی وجود نداره؟ و یا 2 مسلمانی که همدیگر را ببینن فقط به خشم طرف یکی دیگر سعی بکنن، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که خنده در مقابل برادر مسلمان صدقه است. همچو اعمال بسیار کم اما اجر بسیار بزرگ. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که کسی که به طرف مسجد حرکت میکنه به خاطر ادای نماز جماعت، هر قدمی که میگذاره در یک قدمش یک گناهش کم میشه، در قدم دومی یک ثواب برش اضافه میشه. چقدر ما انسان ها گناه میکنیم. تنها آیا ما در بخش شکرگزاری نعمت های الله سبحانه و تعالی در تمام ابعاد زندگی خود اگر فکر بکنیم، آیا ما شکرگزاری الله سبحانه و تعالی را ادا تانستیم و یا ناقص و یا اصلا در وجود ما هیچ وجود نداشته شکرگزاری؟ پس این همش گناه هست. از خانه در این محیط زشت و فاسد با
دخترهای مختلف، با فسادهای مختلف روبرو میشیم و چشم انسان بالای از اون مواجه میشه، آیا این گناه است یا نه؟ با دیدن سریالهای مبتذل، با انجام دادن اعمال ناشایسته، با گفتن کلمات نمیمه و غیبت، دروغ، این کلش گناههایی است که انسان انجام میده یا نه؟ در مقابل این تمام گناهها باید کدام اعمال انجام بدیم که این گناهها از بین برد؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. الله سبحانه و تعالی میفرماید که اعمال صالح گناهان را از بین میبرد، برعکس گناهان اعمال صالح را از بین میبرد. مهم هی است که یک انسان با اعمال صالح که نگاه میداره و پیشگاه الله سبحانه و تعالی قرار بگیره، کی میتونه این عمل انجام بده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که کسی که آذان میده صدایش تا جایی که میرسه تر و خشک به خاطر از این شهادت میتن در روز قیامت، و گردن کسی که مؤذن است در روز قیامت بلند است. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دیگه میفرماید که اگر شما میدانستید که حجر صف اول در نماز و آذان دادن به چی اندازه است به خاطر انجام دادن این عمل با هم گلاویز می شدین و جنجال می کردین، اگر شما می دانستین. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث می فرماید که شما نمازهای عصرتان پابند باشین و ضایع نکنین. این نماز عصر به امتهای دیگه داده شد و اونا کوتاهی کردن، به می خاطر هر کس نماز عصر انجام بده دو برابر اجر میگیره. هر کی نماز شام با نماز خفتن و یا اشاره در جماعت بخونه مثل ازی است که نصف شب نماز خوانده است. هر کس که صبح وقت بیایه و جماعت نماز صبح همون روز نماز صبح و جماعت بخونه مثل ازی است که تمام شب نماز خوانده. یک لحظه فکر بکنیم آیا امی اعمال ما انجام میدیم یا نه؟ ما یک مسجد داریم اینجا به نام امام ابانی، از ما گرفته که بعض وقت ما متام میکنم تا همگی چقدر پابند نمازهای جماعت هستیم. میدونیم مشکلات زندگی رو همه ما و شما کار میکنیم، روزگار میکنیم، اما در وقتی که در خانه هستیم آیا شیطان وسوسه نمیکنه که می نماز در خانه بخواد طرف مسجد نرو؟ این کلش دوری از رحمت الله سبحانه و تعالی، دوری و خود محروم ساختن از تمام نعمت هایی که بر ما الله سبحانه و تعالی به خاطر داخل شدن جنت بر ما آسان ساخته و یک ثواب چند برابر بر ما اجر میده. پیامبر گرامی علیه السلام در حدیث میفرماید که دو رکعت نماز صبح فجر بهتر از دنیا و چیزی که در بینش است. دو رکعت نماز صبح فجر، چقدر مسلمان ها فعلا گذشته از دو رکعت نماز سنت فجر صبح نماز نمیخوانند در بین ما، در بین فامیل های ما، دوستان ما، در بین اجتماعی که زندگی میکنیم، در جایی که کار میکنیم، چقدر دوستا و مسلمان های ما هست که اصلا هیچ نماز نمی خوانند؟ یا چقدر مسلمان ها در بین ما وجود داره که تنها روز جمعه بر نماز جمعه میان، نماز های پنج وقت اصلا وجود نداره، بدون جماعت یا با جماعت هیچ اصلا نمی خوانند؟ یا در راز بعض مسلمان های تنها وجود داره که در روز عید تنها میان، تنها در روز عید دیده میشن. علما میگن همچو افراد بغیر از این که جای جماعت دیگه مسلمین تنگ کنن هیچ فایده نمازهای جمعه و عیدشان نداره، هیچ فایده. در بین علما اختلاف وجود نداره که تارک نماز از دایره اسلام خارج است. چرا ما این مسئله را عادی فکر میکنیم؟ نماز کلید تمام خوشبختی های انسان مسلمان است. بدون نماز ما نمیتونیم به جنت بریم. ای پایه‌ای که ما را تا مسجد آورده نمیتونه ما رو تا جنت برسانه. نباید خود فریب بدیم، نباید بگیم که قلب ما پاک است. اگر قرار باشه که به اساس قلب پاک عمل بکنیم، هر عمل انسان وابسته به نیت انسان است، به اقرار در زبان است و با انجام دادن توسط جوارح است. وقتی که نیت انسان درست باشه عمل انسان هم درست است. وقتی که قلب انسان پاک باشه مطابق اساسات دین عمل میکنه. آیا قلب پیامبر گرامی علیه السلام پاکترین قلب در بین تمام اولادهای آدم علیه السلام است یا قلب من که ادعا میکنم پاک است؟
در حالی که ادعای من اشتباه است، به خاطر فریب دادن و توجیه کردن کار ناشایسته که من انجام میدم. به این خاطر بالای هر مسلمان و به خصوص بالای والدین محترم و بالای کسانی که میبینین که در فامیلا، در دوستا، در اقارب، در جایی که کار میکنین کسی نماز نمیخونه، باید دعوت شود به نماز و از عواقب خطرناکش باید برش گفته شود. ما سلککم فی سقر لم نکن من المصلین. چی چوس میگه ای گروه جهنمیان؟ چی شده؟ چی کدام عمل بود که شما را داخل آتش جهنم ساخت؟ میگه ما جمله نمازگزاران بوده. پس قرآن از ایشان میفرماید کسی که تارک نماز است او در جهنم است. چه قسم توسط زبان ما ادعا میکنیم که نه خیر قلب ما پاک است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که مرد پشت سر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز میخوان، در وقتی که میگه ربنا و لک الحمد، اون نفر میگه حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روی خود دور میته، میگه به والله قسم است که من 30 ملائکه دیدم که شتاب میوزیدن که کدامشان این عمل خیر از او برسانن و پیش برای الله من افتاد بکنن. با گفتن چند کلمه بسیار مختصر، ذکر در نماز، با امین گفتن امام، هر کسی که یک جا ملائک هم آمین میگن، هر کسی که با آمین گفتن ملائک آمین گفتنش یک جاش تمام گناهانش بخشیده میشه، با امین عمل کرد. هر کسی که آیت کرسی شریف کل ما شما یاد داره، بعد از نمازهای فرض بخونه، بغیر از مرگ بین ازی و بین جنت دیگه چیز مانعی وجود نداره، یعنی مستقیم در جنت است. امام نووی رحمت الله تعالی علیه، کسی که ریاض الصالحین کتاب بسیار مفیدی است که از قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم استدلال کرده، تألیف کرده، میگه بعد از اینکه من این حدیث شنیدم تا روز مرگ خود بعد از نمازهای فرض خود هیچگاه خواندن آیت کرسی شریف قضا نکردم. الله اکبر. همچون اعمال ما باید در زندگی خودم مزین بسازیم با همچون اعمال و این بر اولادای خود برسانیم. این افکار اسلامی است، این فرهنگ و کلتور اسلام است. و همچنان وقتی که یک مسلمان میره به عیادت یک مریض، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که در خرفه از بهشت است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خرفه گفت، اصحاب پرسان کردن یا رسول الله این خرفه چی معنا میده؟ گفت در نعمت های بزرگ بهشت. همه قدر حجر بزرگ داره، این همش معاشرت و تعامل با برادر مسلمان در دین مقدس اسلام است. سخن نیکو گفتن به طریقه درست، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت بکو تو به حکمت، و حکمت امو چیز را میگه که هر سخن در جایش استفاده کنی، و موعظه حسنه مردم با خلق خوش. متاسفانه ما دو چیز فراموش میکنیم، در دو عمل ما منعکسش عمل میکنیم، یکی میدان جهاد، یکی میدان دعوت. در میدان جهاد الله سبحانه و تعالی میگه شما شدت بورزید، در میدان دعوت میگه نرمی بکنید. متاسفانه دعوتگرای ما و مسلمانانی که تازه دین میآموزند در میدان دعوت فقط بگید تفنگ دلشان است. در میدان دعوت نرمی کار است. قرآن از ایشان امر میکنه او دعو، باز وقتی که در جهاد رفتی با شدت نشان بده. این دو چیز ما اشتباه گرفته و می خاطر است که مؤثر هم واقعی نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید کسی که در تشییع جنازه یک مسلمان شرکت میکنه یک قیراط ثواب میگیره. پرسان کردن یک قیراط چیز بود؟ یک کوه احد. کسی که در دفن شرکت میکنه دو قیراط ثواب میگیره. این همش تشویق است که ما با هم ارتباط داشته باشیم. صله رحم، کسانی که با فامیلای خود صله رحم قائم میدارن ولو اونا کوشش میکنن که از بین ببرن، الله سبحانه و تعالی می فرماید در حدیث قدسی تا کسی که با فامیلای خود صله رحم محکم میداره من با او وصل استم. هرگاه که شما قطع کردین من شما دور بشم.
بالاخره تمام اعمال خیر و کلمات است که حجر بسیار فراوان داره و گفتنش بسیار آسان است. من مثلا میگن الحمدلله، ترازوی اعمال پر میکنم. یک مسلمان بگه تمام روز 100 دفعه بگه الحمدلله یا بگه سبحان الله العظیم و بحمده، برای از اون نخل یک باغ در بهشت کاشته میشه. و در حدیث میاد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید کسی که بگه سبحان الله و بحمده 100 بار در یک روز، حدیث صحیح است، تمام گناهانش ولو که میگه با کف دریا باشه بخشیده میشه. امیر ابو انجام بدیم یک روز بیکار بودیم، 100 دفعه بگیم سبحان الله و بحمده، چی عمل خیر است، چقدر گناه در پیش سر خود داریم، با کدام گناه ها در پیشگاه پروردگار عالمیان جل از مدو ظاهر میشیم. بالاخره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایه که یکی از نعمت های بزرگی که هدف اصلی ما دمیج است که تمام پیامبران فرستاده شده او ساختن مساجد است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اینکه 13 سال مشقت در مکه مکرمه تیر کرد، وقتی که پایش در مدینه منوره آمد، در جایی که صلح بود و امنیت تأمین بود، اولین گامی که ما احیای مسجد قبا بود بعد از مسجد نبوی. چرا مسجد؟ به خاطر که مسجد انسان می سازه و انسان فامیل خود می سازه و فامیل جامعه را می سازه. پس انسان سازی از داخل مسجد شروع می شه و هر مسجد دو بود داره، یکی بود مادی که ما بچش می بینیم که سقف است، دیوارایش است و این فرش انداخته و منبر و محراب است، یکی بود معنوی است که باید توسط دایر کردن دوره های حدیث، تفسیر، تزکیه، قرآن، سنت، فرهنگ و کلتور اسلامی ما باید مساجد خود زنده بداریم. همین همیشه که تنها در روز جمعه بیاییم نماز بخوانیم و بریم، دیگه هیچ وقت مسجد نبریم، یا در روز یک تنها نماز بخوانیم و بریم. مرگ ما دمی مسجد است، زندگی ما دمی مسجد است. طفل ما تولد میشه عقیقه، کسی که عروسی میکنه ولیمه، کسی که میمره فاتحه، این کلش در کجا صورت میگیره؟ از تولد تا مرگ تو ارتباط مستقیم با مسجد داری. پس مسجدت تنها نگذار، مسجدت عزت و آبرویت است، مسجدت شخصیتت است، مسجدت اصلیت اسلامیت است، هویت اسلامیت است. در کارهای مسجد کسایی که در امور هستن باید امرایشان همکاری صورت بگیره، کسایی که مثلا بوکودر هستن، کسایی که در بخش اقتصاد درس خواندن، کسایی که در بخش حقوق درس خواندن، باید از مسائل حقوقی مسجد خود آگاه بدانن. ما و شما در شرایط اضطراری و بسیار خراب قرار داریم، مسجد ما در حالت تخریب است، مشکل ما بر خمنته است. چند برادر به الله قسم میتونتان آمده با بزرگای ما کمیل شیشته، یک نفر گفته که برادر من امین امکانات دارم، چی میتونم که به شما انجام بدم؟ ما الحمدلله دیگه درس خوندیم، مسائل حقوقی رو میدانم، چند دانه ادوکات هم میشناسم، آیا شما ضرورت دارین یا نه؟ این مسجد به باد هوا زنده نیست، این مصرف برق داره، هوا داره، مسائل علمیش هست، مسائل اقتصادیش هست و همه گی در یه مسئولیت داره. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایه الا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی، کلتان مسئولیت دارین در قبال چیزهای نعمتهایی که الله سبحانه و تعالی برتان داده. مگم یکی از نعمتهای بزرگ در همچون شرایط بسیار وخیم در اروپا داشتن یک مسجد که از منبر از او صدای توحید بالا میشه نیست؟ اطفال ما را در اینجا ما تربیه اسلامی میتیم، مگم هی یک نعمت بسیار بزرگ نیست؟ چند سال پیش ما یک دفعه گذشته خود تماشا بکنیم، وقتی که هیچ مسجد نداشتیم، بارها شکایت افغانای جب پیش ما آمده و گفتن که ما فاتحه داشتیم و ترکا آمده اگرچه برادرای خوب مثلا ما را کمک کردن، ما را از مسجد کشیدن که بخیزین برای دروازه های از این مسجد شب و روز با پیش روی تان باز است. چرا قدر شما نمیدانیم؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت زکات ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. خانه های الله را کسانی آباد میکنن که ایمان به روز آخرت داشته باشند. هر کس آباد کده نمیتونه و نماز بخوانند و روزه بگیرند و به غیر از الله دیگه از هیچ کس ترس داشته نباشند. بدون شک امی گروه راستگاره. ما بازار مشکلات اقتصادی گریبانگیر ما شده، قسمی که 11 سال پیش ما این مسجد به توفیق الله سبحانه و تعالی با امت و ایمانداری و صداقت و مردانگی شما افغان ها
و با کوشش شبانه روزی شورای مسجد جامع امام علی فهد آباد کردیم، بازم مشکلات داره. انشاءالله پلانای بسیار وسیع داریم. من از این منبر صدا میکنم کسایی که مرا به شکل زنده و لایش ببینن و کسایی که اجازه هستن، باید در جمع آوری پول، صدقات، زکات، معرفی افراد سرشناس، تجار ملی، همگی با ما کمک کنیم. ما اضافه تر از 1,20,000 یورو بازم ضرورت داریم. به توفیق الله سبحانه و تعالی شبی که در اینجا مسائل مادی بحث می شد و ما اجتماع عمومی داشتیم، متاسفانه افغانا بودن، آمدنشان بسیار کمرنگ بود. ما ایره یک ولایت می دانیم بسیار محترمانه از تمام بزرگا و دوستای خود و از تمام مختدیای عزیز خود. چرا چند لحظه خود به خاطر از این آمدین که همین پولی که شما دادین کجا رفته؟ در کجا مصرف شده؟ بالا اینجا بود یک دانه بیمار بود، بزرگ صفحه انداخته شده بود، روپه رو برای ما حساب دادید. چرا تشریف نداشتین؟ فعلا که ما بازم ضرورت داریم به پول. باید همه دست به دست هم بدیم. به خدا قسم است از یک دست صدا نمیبرایم. اینا هر چی کنم صدا نمیبرایم. تا که دو دوست با هم یک جان شه. برادران و خواهران گرامی، لطفاً انشاءالله ما به خیر فندریزینگ داریم. بازم برنامه‌های لایف ها داشتیم. بازم انشاءالله به مساجد انشاءالله آمبورگ، جرمنی، فرانسه، انشاءالله به طرف لندن خواهد رفتیم. به خاطر جمع‌آوری 1,20,000 یورو و ما سود قبول نکردیم و این مسجد را پیسه حرام نساختیم. الحمدلله ما فعلا به توفیق الله سبحانه و تعالی با مبلغ 2,000,000 یورو دیگه مسجد خریداری خواهد کردیم. به توفیق الله سبحانه و تعالی همه یک رو پیشم حرام نیست. یا پول استد بر ما قرض اسنه داده شده و یا ما رفتیم در دیگه کشورها جمع کردیم و یا مردانوار برادرها آوردن یک پول دادن. بازم میخواییم که این مسجد چون مسجد خانه الله سبحانه و تعالی است و ما ایره به پول حلال آباد کردیم و تا ایجا رساندیم، بازم از شما تقاضا میکنیم که انشاءالله در این راستا با ما کوشش کنین، کمک کنین و کمک همه جانبه انشاءالله. من به می اختصار اکتفا میکنم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.